سالهای سال بود که میگفتن در لندن یک مهرکده پیدا کردن، یک پرستشگاه مهر. ولی اصلا باور نمیشد که وسط شهر لندن باشه، اونم در ساختمانی به این بزرگی، مال مؤسسه اطلاعات مالی بلومبرگ. ولی پرستشگاه کجاست؟ درست زیر پای ماست. ولی از هفت خانی باید بگذاریم. ورودی این نمایشگاه یا موزه این مجسمه ها هستن که انسان رو در حال حرکت نشوندن. واسه همین انگار انسان ها تار هستن در زندگی روزمرهشون به خاطر حرکت. و این کار هنرمندی به اسم دانیل سیلور شش ماه بار عوض میشه. بسیار جالب و دیدنیه. خیلی خوبه که زندگی امروزی وارد این مکان های تاریخی بشه و در این ویترین، در این پنجره ما نگاهی میکنیم به زندگی مردم در این شهر در زمان پرستشگاه مهر. و این دیوار بسیار جالبه، اشیایی درش هست که در شهر لاندینیوم پیدا شده. لاندینیوم اسم قدیم شهر لندن هستش، اسمی که رومی ها گذاشتن، چون اینجا شهری بود که رومی ها ساختن در غربی ترین قسمت قلمروشون نزدیک به تقریباً 2000 سال پیش. و لندن هم یا لاندونیوم یعنی رودخانه غیرقابل عبور که منظورشون رودخانه تیمز بوده. و شهری که ساخته بودن چنین شهریه که میبینید، یک دیوار داشته. این الان بازاری در مرکز شهر هنوز هست، اون موقع یک اسپریس بوده، یک میدان تاخت و تاز نمایش. و همینطور اینجا یک تئاتری بوده 360 درجه. و اینجایی که ما وایستادیم این بغل یک رودخانه باریکیه به اسم وولبروک که اینها رو در این رودخانه پیدا کردن که در کنار اینجا رد میشه. الان یک خیابونی هستش. این جالبه، این قسمتی از پشت بام یا شیروانی خانه های رومی اون زمان هستش از سفال. این چرم های کفش یک بچه هست که پیدا کردن در عمق زمین اینجا. اینها قسمت های از جوشن یا زره یک رومی هستش. این که شکسته و شیشه در یک خمره شراب بوده و نقش یا نقش برجسته باکیوس هستش که خدا یا نگهبان شراب بوده در روم باستان. و این هم زینت های لباسه، این هم زینت کسی که شاید در ماه اردیبهشت به دنیا آمده بوده. و در اینجا در این کتیبه چوبی ما اسم لندنیوم رو برای اولین بار میبینیم که در همین جا پیدا شده. و این هم پارویه که خب نشون میده که اینجا خیلی قایق استفاده میشه، این برنامه میرختن. هنوز هم لندن آبراهایی داره مثل جاده ها که قایقا توش میرن به دوروبر شهر. و این از همه جالب تره، یک چیز بسیار کوچیک، اصلا چطور اینو پیدا کردم من موندم. این از عقیقه و کلاه خود گلادیاتوره، یعنی یک جنگاور روم باستان که اینها معمولا در صحنه‌های نمایشی هم با هم رزم می‌کردن و مردم براشون دست می‌زدن و اینو می‌افتن گردن بچه‌ها که قدرت بگیرن. این راپله خیلی زیبا کار شده، شبیه یک تونل زمانه. لایه‌های مختلف زمین رو ما رد می‌کنیم می‌بینیم پایین تا برسیم پرستشگاه مهر. و در اینجا اولین لایه است، 1940 یعنی 1320، که این زمانی که جنگ جهانی دوم بوده. این منطقه مسکونی بوده، بمب می‌خوره، بمباران شده و بعد می‌بینن که در زیر این بمباران‌ها یک ساختمانی بیرون میاد. این حفره‌ای که می‌بینید چیزیست که بعداً نزدیک به 12-13 سال بعد در اون سر مهر رو پیدا میکنن. مهر مجسمه‌اش، میفهمن که این منطقه، این قسمت یک پرستشگاه بوده و اون چیزی که به صورت بازمانده یک ساختمان هستش یک پرستشگاه قدیمیه. مردم صفی بسته بودن، میبینید حتی نشون میده که از اینجا باید بیایم برین اون پشت پرستشگاه میتونیم ببینیم. و میریم پایین تر، نزدیک به 1200 سال میریم پایین تر، میرسیم به اینجا. اینجا سال 604 میلادی هستش، یعنی در حدود منهای 20 خورده سال شمسی، زمانی که کلیسای بزرگ کلیسای جامعه سنت پل در لندن میسازن. دیگه اینجا مسیحی شده بوده، ولی هنوز ساسانیان در ایران حکومت میکردن و آیین مهر به صورت مخفی حد زده میشه که در دوروبر ایران به جا آورده میشده. و این لایه
نزدیک به 3 متر خورده زیر سطح امروز لندن، لندن اول بوده و زمانی که پرستشگاه مهر رو می‌ساختن. 200 سال پیش از اینکه خلفای عباسی به ایران حکومت کنن و ایران اسلامی بشه، در اون دوره که این ساخته شده هنوز آیین مهری هم در ایران به صورت پراکنده بوده. باز هم پایین تر بریم تو عمق زمین، مهرکده، وارد این مهرکده این پرستشگاه بشیم. ما ها الان خیلی راحت میتونیم واردش بشیم. در آیین باستان بعد مراحل مختلفی رو مثل تصوف رد میکردن که بتونن حتی وارد اینجا بشن. البته این نوع از مهرکده رومی هستش که ما میبینیم و شاید تنها مهرکده و پرستشگاه مهری که روی زمین بوده، نه توی غار. ولی خواستن شرایط یک غار رو درش ایجاد کنه. هیچ پنجره‌ای نبوده و در دوور ستون‌هایی بوده و سکوهای چوبی که الان بازمونده‌اش رو میتونیم ببینیم اونجا پیدا کردن و گذاشتن. روی سکوها مهرپرستان می‌نشستن و مراسم اجرا می‌شده. پدر یا رهبر و پیر طریقت آیین مهر در اونجا می‌ایستاده و با هم شروع می‌کردن رد و بدل یک وردها یا سرودهایی که مثلا میگفته درود به شیر، اون میگفته درود به عطارد، چیزهای مختلف، به ستاره ها رب میدادن و مراحل مختلفش که 7 مرحله فقط چند تاشو بگن که مرحله کلاقه که تو رو فرا میخواند، مرحله نامزد یعنی تو تعهد میدی و در یک برکه از آبم بعد میرفتی شاید به قصر تعمید، و بعد مرحله سرباز درست مثل درویشان که به دور دنیا میرن و سلوک میکنن، سرباز میرفته و کارهایی رو انجام میده، و یک مرحله هم نزدیک به آخر پارسی هستش که پارسی نشون میده که این آیین از ایران بدون شک به اروپا اومده، ولی چقدر تغییر کرده خواهیم فهمید. و لباسی هم، پوشاکی هم که مهرپوشه، لباس پارسیانه و در اونجا مجسمه بزرگ مهر بوده که در تمام مهرکده‌های اروپا میبینیم که مراسم و چارچوب بنیاد فکری آیین مهر رو در اون تجسم کرده بودن. دیدار از اینجا برای همگان آزاد هستش، میتونن بیان ببینن و جالبه که کاملا فضا اینجا رو عوض میکنن. صداهایی رو میشنویم در اینجا که صدای رومی هایی هستش که در اینجا بودن انگار، و اون سرودهایی که میخوندن و حتی ستون های اینجا ظاهر میشه. و تا این اتفاق میفته نگاهی بکنیم به یافته هایی که در اینجا به نمایش گذاشتن و توضیح میده آیین مهر چه شکل شمایلی داره. نام مهر به روش های مختلفی تلفظ می شده. هخامنشیان بهش میترا و هندیان میترا و ساسانیان میتر می گفتن. مهر ایزد باستانی پیش از زرتوش هستش و در اصل ایزد پیمان و دوستی و صلح بوده و نهادش خورشید و آسمان. این سر مهر هستش یا میترا، و هر کدوم از قسمت‌های سر یک معنی داره. کلاهش کلاه ایرانیه، کلاه نمدی نرمی بوده که ما از دوران هخامنشیان هم می‌بینیم به سر سربازان بوده، و این کلاه رو بعد از اینکه سربازان رومی توسط اشکانیان آزاد می‌شدن که برگردن به کشورشون، این کلاه رو به سرشون می‌ذاشتن، و همین ارتباط سربازان در نبردهای بین اشکانیان و رومی‌ها شاید ریشه حرکت آیین مهر به اروپا و لندن بوده. نگاه مهر هم در تمام این مجسمه‌ها به آسمان هست، برای که میگم داره دائما به خورشید نگاه میکنه، چون داره گاوی رو قربانی میکنه برای خورشید و داره تایید میگیره ازش، و همینطور سرش چرخیده به سوی آسمان که به سوار فلکی نگاه کنه و باز این قربانی رو برای آسمان داره انجام میده. تمام این حرکات صورت سر معنی خاص خودش رو داشته که در این مجسمه میتونیم ببینید. این اما نشان مهر هستش و آیین مهر در غاریه که سوار فلکی برج ها دورش میچرخند، یعنی اسفند و فروردین و بهمن و غیره، و هر کدوم از این اجزای معنی داره. در این قسمت اینجا هم داریم میبینیم که توضیح دادن هر جا میشه انگشت زد و نشون میده این دوتا. این قسمت پگاه هست، طلوع آفتاب، مهر بر عرابه خورشید، و این ور غروب به سوی مهتاب می رود.
اینا کلاغ، عقرب و سگ و مار هم هست. فهم مارش اینجا زیاد معلوم نیستش. اینا حیواناتی هستن که مهر رو یاری میدن در این قربانی. و میگن بعضی از اون ربط داشته باز به صور فلکی و برج‌ها. ولی مسئله قربانی گاو خیلی مهمه. این مال دورانیه که دیگه تصمیم گرفته بودن که انسان رو قربانی نکنند. همینطور در ادیان ابراهیمی میبینیم که ابراهیم فرزند خودش رو می‌خواست قربانی کنه و خدا میگه این کار نکن و گوسفندی رو به جاش میفرسته. و اینم همونه. برای این یک مرحله از پیشرفت انسانه که دیگه گاو که نماد زمین و هستی هستش رو قربانی میکنه. و اینم نبردی نیست، این قربانیه، برای اینکه داره به آسمان و به ستارگان نگاه میکنه برای یک حرکت قربانی. و دو نفر با مشعل اینجا ایستادن، با همون لباس مهر و لباس پارسی بهش میگفتن. یکی مشعل رو بالا گرفته به نماد طلوع خورشید و دیگری مشعل رو پایین گرفته به نماد شب و غروب. و در این دو سو هم جوان و پیر، پیران شبیه ماست ریش داره، که فصل‌های سال هستن، دو فصل سال، پاییز و زمستان، بهار و تابستان. و پاییز و زمستان با جشن مهرگان آغاز میشه. دکتر دیوید وونش، خوب هستین؟ از علاقمندان باستانشناسی و کاوشگری رومی ها در اروپا، ولی تخصص ایشون آیین مهر و چگونگی از بین رفتنش هست. این مهرکده که اینجا هست با مهرکده‌ای که توی ایران پیدا شده در مراغه، در کاشان، در آذرشهر فرم کنه بیشتر حالت قار طبیعی یه مقدارم کنارش رو ساختن. چه شد که به این شکل در اومد در روم باستان؟ Okay. So the Mithraeum itself has خب، مهرکده یه ساختار خاص خودش رو داره. دو تا دهلیز در دو طرف داره که با ستونایی از راهروی مرکزی جدا میشه. یه محراب داره و یه طاقی سراسری بدون پنجره. از یه طرف یادآور غاریه که مهر در انتهاش گاو میشی رو قربانی میکنه و طاقش نشانگر آسمان و گیتیه. و این ساختار بارها و بارها شبیه سازی شده. و این بازتاب هستی در اینجا رو میشه توی ستون‌ها دید که 7 تا ستون هست، چون عدد 7 خیلی مقدس بوده و 7 مرحله آیین مهر هم اینجا میشه نشون داده شده. ما میدونیم که ایرانی‌ها به آیین مهر اعتقاد داشتن در دوران باستان، حتی اشکانیان به خصوص. ما مهرداد رو داریم و بعد که ساسانی اومدن گویا این آیین رو محو کردن یا سعی کردن محو کنن چون زرتشتی بودن. بزن شما چطوری این آیین از ایران به روم رسید؟ روم باستان. You have evidence for a god called از هزاره دوم پیش از میلاد شواهد میترا یا مهر ظاهر میشه و در طول زمان این خدایی که مرتبط با خورشید هستش به صورت یک مرد جوانی نمودار میشه و همزمان پادشاهان مختلفی در مراسم مذهبی ازش نام میبرن. در آسیای صغیر اون زمان یا ترکیه امروزی آیین مهر به تدریج تغییر شکل پیدا میکنه و بیشتر با ستاره شناسی آمیخته میشه. در یه دوره یکی از پادشاهان این منطقه به روم تبعید میشه و همراه خودش میترائیسم رو به روم باستان میبره و قرن اول میلادی اولین جمع مهرپرستان رو شکل میده. بنابراین به تشخیص من حرکتش از ایران باستان به آسیای صغیر و بعد به امپراتوری روم و از اونجا در کل اروپا پخش میشه. حد زده میشه در آیین مهر ایران مراحل مختلف کارهایی رو بعد انجام میداده پیرو. آیا در آیین مهر رومی هم همچین چیزی بوده؟ یعنی بهشون مأموریت‌هایی میدادند؟ نه در آیین مهر رومی. همه چیز در مهرکده اتفاق میافتاده. بیرون از اونجا هیچ روز خاص یا جشن یا مراسمی نبوده و در همین جا پیرو به آیین میپیوسته و میباید آزمون‌های سختی رو میگذرونده تا پله‌ها و مراحلی رو طی کنه. و در مراسم اینجا گاو میش قربانی نمی‌شده، بلکه پرندگان رو قربانی می‌کردند، به خصوص خروس، و ازشون خوراک درست می‌کردند. خروس هم به خاطر ارتباطش با طلوع خورشید. خیلی جالبه، برای اینکه در مهرگان امروز که زرتشتیان هنوز جشن میگیرن مرغ میپزند
و حتی توشو پر میکنن و حتی تا همین اخیراً در بخارا سیاوشان یا سوگ سیاوش که به ناحق میگن کشته شده به دست افراسیاب رو به این شکل جشن میگفتن که خروسی رو قربانی میکردن. مثلا خیلی جالب این آینه مرغایی که میگیم و خروس در آینه مهر هم بوده. و چه شد که آینه مهر رومی از بین رفت و فقط یک آثار باستانی ازش مونده اروپا؟ مدت هاست که باور دارن میترائیز به خاطر مسیحی شدن امپراتوری روم از صحنه روزگار محو شد، ولی ما شواهد باستانشناسی در این رابطه نداریم. واقعیتش اینه که فرقه میترا با نهادهای قدرت در امپراتوری روم آمیخته بوده، به خصوص بین ارتشیان خیلی محبوب بوده. حتی اینجا رو هم یه درجه دار ارتشی ساخته. در نهایت با فروپاشی ساختار حکومتی روم غربی آیین مهر هم کمرنگ و نابود شد. ولی خواستم این نکته در مورد مهرگان بگم که ما اصلا به این مناسبت به اینجا اومدیم، جشن مهر. خیلی متشکرم. دهمین روز از ماه مهر مهرگان هستش. در ایران باستان ما هفته نداشتیم، 30 روز داشتیم و هر روز یک اسم داشت و هر روز یک ایزد یا نگهبانی داشت که اینا میچرخید و عوض میشد و یکی شدن اسم اون ایزد یا نگهبان و اون ماه میشد اون جشن. در ایران باستان بهش میگن جشنواره میترکانه و سفره و خانچه مخصوص خودشو داشت، مثل سفره نوروزی که در اون لیمو، شکر، سیب، انگور سفید، گیاهی به اسم مورد که شاید یک بوته بزرگی شبیه به برگ بو خوشبو بوده و گلهای سفیدی داشته، اینها رو میذاشتن در سر سفره. و اما زرتشتیان هنوز مهرگان رو جشن میگیرن، خیلی بزرگتر از اون چه که برای شما خوندم و شبیه به نوروز خودمون. لباس نو میپوشن، حتی به فقرا کمک میکنن، سر سفرهشون کاسه‌ای دارن از خوشباری که خیس شده از سنجد و پسته، درست شبیه 7 میوه که افغان‌ها دارن سر سفره نوروز، و همینطور گیاه آویشن رو برای زینت میذارن به جای مرد سر سفرهشون. در قدیم میگفتن که پادشاهان لباس ارغوانی میپوشتن و تنها روزی در سال بوده که اجازه میگساری داشتن. جشن مهرگان، روز مهرگان شاد باشه.